سریال دختر سفیر قسمت 106. سنجر آکین رو بالای همون صخره که ناره خودش رو پرت کرده بود برده و از اون میخواد اسم کسی یا کسایی رو که به ملک دارو خونده بودن و داشتن باعث مرگش میشدن رو بگه، وگرنه از کوه پرتش خواهد کرد. آکین التماس میکنه و میگه اگه آزادم کنی همه چیز رو خواهم گفت، ولی اگه مرا بکشی به زندان خواهی افتاد. سنجر میگه به خودت وعده نده، ناره از اینجا رفته و اینجا نیست که نجاتت بده. آکین از ترس بیهوش میشه و سنجر از خدمتکارش ندیم میخواد که هر طوری شده او رو به حرف بیاره. سپس در پایین صخره به گاوروک و گیدیز میگه ناره به زودی به سوئیس پرواز خواهد کرد. گیدیز با تنه میگه مهم این هستش که از دست تو خلاص میشه. بعد از او برای دیدن ناره به سوئیس خواهم رفت. سنجر جواب میده من به خاطر شک و تردیدهام ناره رو از دست دادم. تو هم غرورت رو بشکن و ناره رو به حال خودش بگذار. در امارت اف اوغلوها که متوجه میشن ناره و ملک قرار هستش به زودی به خارج برن، غمگین میشن و ملک بیخبر از همه جا تلاش میکنه پدر و مادرش رو آشتی بده و از الوان میخواد برای تولد سنجر کیک بپزه. ناره از اینکه قرار ملک رو از پدرش جدا کنه آروم و قرار نداره و گریه میکنه. وقتی سنجر و گاوروک به امارت اف اوغلوها میرسن، منشه در حال سوار شدن به تاکسی به سنجر میگه حالا که قصد طلاق دادن من رو داری، من میرم تا برای خودم یه خونه جدیدی بگیرم. ولی در واقع تلاش میکنه تا با آکین تماس بگیره و وکیل مناسبی پیدا کنن و جلوی طلاق رو بگیرن، اما گوشی آکین خاموش هستش. سنجر با خوشحالی به ناره میگه بالاخره آکین رو گیر انداختیم و تحویل پلیس دادیم و حالا در حال بازجویی از اون هستن. ناره نگرانیش رو در مورد گلسیه نشون میده، اما سنجر میگه تو نگران این چیزها نباش، بالاخره واقعیت رو من میفهمم. تو با خیال راحت ملک رو بردار و از اینجا برو. ناره با گریه از سنجر میخواد که در مورد رفتنشون فعلا چیزی به ملک نگه و از شدت ناراحتی به جای همیشگیش یعنی استبل میره تا در کنار اسبش گریه کنه. سنجر به دنبال اون میره و ناره میگه نمیخوام تو رو ناراحت کنم و از دخترت جدا کنم و از طرف دیگه نمیتونم ببخشمت. تحمل دیدن تو رو با زن و بچه‌ات ندارم و مجبورم که از اینجا برم. سنجر اون رو در آغوش میگیره و میگه خودت رو ناراحت نکن، تو حق داری، دلیل نبخشیدنت رو درک میکنم. ایز وقتی به خونش میرسه با قهرمان و گوونچلپی روبرو میشه. چلپی به اون میگه از من خواستی که کمکت کنم و هزانت ملک رو به ناره بدم، حالا پولم رو میخوام. گیدیز جواب میده ولی قاضی هزانت رو به سنجر داد، پس من بدهکارت نیستم. قهرمان جلو میاد و میگه قرار بود در قبال تحویل آکین به من پول بدی. گیدیز با زیرکی میگه اگه به من کمک کنی تا در مقابل زهرا برنده و رئیس هیئت مدیره باشم پولت رو خواهی گرفت. سپس با هم سوار ماشین شده میرن. اشه عجله داره هر چه زودتر با گاوروک عروسی کنه چون از لو رفتن رابطه دودو و یحیی میترسه. خالصه به اون میگه یک عروسی خصوصی بگیریم و عاقد خبر میکنیم، خودت رو ناراحت نکن. همینها زهرا میاد و سندی رو نشون گاوروک میده و میگه اشه به خاطر این سند خونه که مادرم قولش رو داده بود با تو ازدواج میکنه. گاوروک ناراحت میشه و سوار بر اسب از امارت میره. وقتی ناره و سنجر این خبر رو از دهان زهرا میشنون، از اینکه ممکن هستش نامزدی اشه و گاوروک به هم بخوره خوشحال میشن. ولی ناره وقتی یادش میفته که در عروسی گاوروک و زهرا او در خارج خواهد بود گریهش میگیره و سنجر برای آرامش او بغلش میکنه و تصمیم میگیره شب در مورد مهاجرت به سوئیس با ملک صحبت کنند.
سریال دختر سفیر قسمت 107. ملک آرزو داره پدر و مادرش به زودی با هم آشتی کنن. به ناره میگه پدرم به زودی ننکشه رو طلاق میده، تو هم به فکر تشکیل خانواده باش، و از اتاق بیرون میره. ناره به سنجر میگه فکر نمی کردم رفتن ما اینقدر سخت باشه، خیال می کردم تو مخالفت میکنی و ما با دعوا از همدیگه جدا میشیم. سنجر میگه وقتی ملک حالش بد بود نصب کردم که تو و ملک رو راحت بذارم. خدا رو چه دیدی، شاید به زودی اسم خودم رو از زبون تو شنیدم. از اون طرف گیدید قهرمان رو به کلبه کوهستانی میبره و نشون میده که خدمتکار سنجر در حال به حرف آوردن آکین هستش. او با دیدن این صحنه داد میزنه تو به من خیانت کردی و فریبم دادی، آکین رو از من گرفتی و دست سنجر سپردی، اگه آکین در مورد من حرف بزنه کارم تمومه. گیدیز بهش میگه در اون صورت مسئول حفظ تو خواهم بود، سپس به من اعتماد کن و کمکم کن تا ریاست هیئت مدیره رو از چنگ زهرا در بیارم. قهرمان که چاره‌ای نداره میپذیره. منشه به خونه قهرمان میره و وقتی از جیلان میشنوه که آکین از اینجا رفته داد میزنه او تنها امید من بود، چطور میخوایی جان بچه‌ات رو نجات بدی؟ جیلان که تازه به فکر بچه افتاده نگران میشه و بر سر خودش میکوبه. قهرمان میاد و با دیدن اونها در کنار هم به جیلان میگه حق نداری با منکشه ملاقات کنی. او منکشه رو از خونش بیرون میندازه. منکشه گریه کنان میره. زهرا وقتی میفهمه ناره قصد رفتن به سوئیس رو داره به همراه الوان به دیدنش میره و میخواد که منصرفش کنه. ناره گریه کنان میگه نمیخوام ملک رو از پدرش جدا کنم، ولی توان بخشیدن سنجر رو هم ندارم و دوری از شماها هم من رو ناراحت میکنه. زهرا و الوان او رو در آغوش میگیرن و هر سه با هم گریه میکنن. گیدیز تلاش میکنه رأی مویه رو به نفع خودش تغییر بده، اما مویه اصرار داره که به زهرا رأی بده و باعث صلح دو خانواده بشه. رفیق از دخترش میخواد که اونها خانوادگی کنار هم بیستند و از گیدیز حمایت کنن، و وقتی میبینه که مویه زیر بار نمیره میگه اگه اینقدر دلسوزی برای طلاق نگرفتن سنجر و منکشه هم تلاش کن. گیدیز از حرف مادرش فکری به خاطرش میرسه، فوری با منکشه تماس میگیره و میگه برات وکیل میگیرم و سنجر رو تحت فشار میذاریم، تو هم در عوض کمک کن تا رئیس هیئت مدیره بشم. منکشه میپذیره. خالصه از نجرت و آتکه میخواد تا هرچه زودتر خانهش رو ترک کنن، چون بعد از طلاق منکشه بیرونشون خواهد کرد. آتکه با زرنگی جواب میده ولی تو حق نداری این رفتار رو با ما بکنی، نوهت توی شکم دختر من هستش. خالصه میگه دختر تو رو من عروس کردم ولی اون مثل مار نیشم زد. نوه من اینجا بزرگ خواهد شد ولی شماها جایی پیش ما ندارین. سپس به اتاق سنجر رفته میگه زهرا با نشون دادن سند اون خونه همه چیز رو به هم ریخت، باید کاری کنیم. سنجر میگه در مورد زهرا کاری نمیتونیم بکنیم، ولی فردا ملک و ناره به سوئیس خواهند رفت. خالصه از شنیدن این خبر غمگین میشه، میگه پس ناره قرار هستش دوباره عذابت بده. سنجر جواب میده او هیچ وقت مرا عذاب نداده، این من بودم که باعث عذاب اون شدم. ناره رو از خودم بروندم و او هم از صخره خودش رو پرت کرد، من در حقش خیلی بی‌انصافی کردم. سپس سنجر به سراغ ناره که غمگین هستش میره و کنار او میشینه. در همین حال منکشه از راه میرسه و وقتی اونها رو با هم میبینه رو به ناره میکنه و میگه اومدی و همخوابه شوهرم شدی، حالا هم میخوای مثل زالو به اون بچسبی. ناره جواب میده تو فردا از سنجر طلاق میگیری و دیگه هیچ نسبتی به اون نخواهی داشت، ولی افسانه من و سنجر همیشه هست. ما نه از هم جدا میشیم و نه به هم میرسیم. در ضمن من مادر دختر او هستم و جدایی ما ممکن نیست. سنجر از حرف ناره خوشش میاد و منکشه میگه فقط یک داستان پشت سرش هست، ببین چه پوزی هم میده. سپس همونطور که گیدیز یادش داده بود رو به سنجر میگه اگه به قاضی بگم حامله هستم طلاق جاری نمیشه، مگر اینکه 5% از سهامت رو به نام من کنی و من با طلاق موافقت کنم. سنجر میگه اگه رفتار خودت رو با ناره مقایسه میکنی میفهمی که چرا او تبدیل به افسانه شده، تو فقط به پول فکر میکنی. منکشه خشمگین و عصبانی رفتن او رو نگاه میکنه.